روزهای کرونایی هرچند برای عموم سخت گذشت، اما برای او مفید واقع شد. تونستیم فاز مطالعاتی پروژه رو خوب پیش ببریم. مقالاتی که مد نظر بود مطالعه کنم، یک کتابی در دست نوشتن دارم، اونو تا یه جای خوبی پیش بردم و خدا رو شکر احساس میکنم مفید بود. خانم فهیمه روشن دانشجوی مقطع دکترای مهندسی پزشکیه و این روزها که فصل پرورش کرم ابریشمه، سرگرم پروژه های مرتبط با این موجودات پر رمز و رازه. شش تا طرح شد که یکیش در حال ثبت اختراع گرفتنه، یعنی کارهای آخرشه که کد ثبت اختراع بتونم بگیرم ان شاء الله ازش، و بقیه‌اش هم در قالب مقالات علمی پژوهشی و مقاله ISI منتشر کردم. مهمترین طرحش ساخت این ماده است به نام داربست استخوانی. داربست در واقع یک فضای سه‌بعدی فراهم میکنه برای لانه گزینی سلول ها، یعنی زمانی که یک بافتی از دست میره یا تخریب میشه تو بدن به علت تصادف، به علت تومور، برداشتن تومور، یک ممکنه حجمی از بافت از دست بره. ما کاری که کردیم با کمک پیلای کرم ابریشم، یعنی قسمت فیبروینی پیلای کرم ابریشم استخراج شد و آنالیز هایی که ازش گرفته شد نشون داده شد که در مجاورت سلول خواص خیلی خوبی از خودش نشون میده، باعث میشه سلول روش راحت بتونه بشینه، تکثیر بشه، تمایز پیدا کنه و حتی بره به سمت بافتی که مد نظر ماست. تهیه و تولید این داربست ها بسیار به صرف است، هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده. زمان تولیدش هم مناسبه. از پیله کرم ابریشمی که به صورت طبیعی ما می‌خریم تا زمانی که اینا رو به صورت داربست در بیاریم شاید نهایتاً یه پروسه 3 هفته‌ای نیاز باشه. این پروژه در مرحله آخر ثبت اختراع هست و مبتکرش به نتیجه اون خوشبینه. نتیجه تستای سلولیه که خب نشون میده دار سلول ها چسبیدن، تکثیر شدن، رشد پیدا کردن.